پیت استاپ در فرمول یک چیست؟ توی این ویدیو میخوام در رابطه با پیت استاپ تو مسابقات فرمول یک با شما صحبت کنم، پس همراه من باشید. وقت مسابقات فرمول یک رو میبینید، یکی از اصطلاحی که خیلی میشنوید و شاید واسهتون اوایل زر گیج کننده باشه پیت استاپه. توی این ویدیو میخوام در رابطه با پیت استاپ بهتون بگم مثلا چرا ماشینا باید برن توی قسمت پیت و چرا پیت استاپ انجام میشه، تا کامل یاد بگیر که پیت استاپ چیه و دیگه ببینید که هیچ چیز گیج کننده ای در رابطه با این اصطلاح وجود نداره. ببینید توی مسابقات فرمول یک ماشینا به چند دلیل باید برن سمت گاراژشون و یه سری چک و بررسی بشن تا بلکه مشکلی پیش نیاد. یکی از رایج‌ترین کارهایی که ماشینای فرمول یک انجام میدن اینه که برن لاستیکاشون رو عوض کنن. خب وقتی که میخوان لاستیکاشون رو عوض کنن، یه قسمتی توی پیست طراحی شده که ماشینا وسط مسابقه یهویی میبینید که از اون قسمت اصلی پیست که داره مسابقه انجام میشه خارج میشن، میرن توی قسمت فرعی پیست و اونجا وارد اون گاراژ تیمشون میشن. یه منطقه اونجا هست بهش میگن پیت لین، یه ناحیه هست وای میسن چند تا مکانیکن و مثلا لاستیکشون رو عوض میکنن. به این کار کلا میگن پیت استاپ. به اینی که میرید شما توی منطقه پیت لین پیش مکانیکای تیمتون، کلا به این عمل میگن پیت استاپ. حالا خب پیت استاپ به چند دلیل انجام میشه. رایش ترینش همونطور که گفتم عوض کردن تایرهای ماشینه، ولی خب بعضی موقع مثلا ماشین صدمه میبینه. به عنوان مثال فرض کنید که بال جلوی ماشین توی تصادف مثلا شکسته و باید تعویض بشه، سریع راننده ماشین رو میبره توی قسمت پیت لین و اونجا توی گاراژ تیم، نزدیک به گاراژ تیم تو منطقه که هستن، مکانیکا سریع یه بال جدید واسش میذارن. یا بعضی موقع باید یه چک کنن ماشین رو، مثلا بیشتر صدمه دیده، حتی ایمنی ماشین رو میخوان بررسی کنن. ولی خب رایش ترینش تعویض لاستیک ماشینه. اصلا فرموله یک یه قانونی داره که میگه که شما باید توی هر مسابقه یک بار بیایی حداقل پیت استاپ. میگه و اون یه باری که میایی باید یه تایرهای جدیدی بندازی که مدلش با مدلی که انداخته بودی فرق داشته باشه. یعنی اگر مثلا با سافت مسابقه رو شروع کردی، باید بعدش به میدیوم یا هارد بندازی. حالا اگر میخواید در رابطه با لاستیکا هم بیشتر بدونید، این بالا واسهت اون فرمول یک به زبان ساده رو میذارم، اونجا کاملتر توضیح دارم که این لاستیکا کلا چیه. تا سال 2010 جالبه بدونید که پیت استاپ واسه سوختگیری هم استفاده میشد. ماشینا میومدن سوختگیری میکردن توی پیت استاپ، ولی خب از سال 2010 کلا این قانون برداشته شد و اصلا سوختگیری مجدد وسط مسابقه به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. وقتی که شما در مورد پیت استاپ فهمیدید و الان دیگه میدونید که پیت استاپ چیه، دو تا اصطلاح رایج ما داریم توی پیت استاپ که خیلی به کار میره. ببینید خب پیت استاپ یه موضوع خیلی استراتژیک واسه تیما به شما رونه. تیما استراتژیشون رو خیلی وقتا بر اساس پیت استاپ میچینن، مخصوصا وقتی که ببینن که توی داخل پیست سرعت مسابقه ایشون شاید یه ذره فاصله داشته باشه با تیمای جلویی، و سعی میکنن استراتژیشون رو جوری بچینن که با پیت استاپ بتونن اون سرعت رو تا یه حدی جبران کنن. یکی از استراتژی‌های معروف تیما توی فرمول یک استراتژی آندرکاته. آندرکات یعنی چی؟ یعنی یه ماشینی می‌بینه که سرعتش به ماشین جلوتر نمی‌رسه، سریع‌تر میره توی پیت تا با لاستیکای جدید بیاد، با لاستیکای نو بیاد و حالا سرعت بیشتری داشته باشه. هدف از آندرکات اینه که شما زودتر برید توی پیت و از ماشینای جلوتون جلو بیفتید، در ماشینایی که جلوی شما قرار دارن سرعتتون بره بالاتر بیشتر بشه و در نهایت که اونا رفتن تو پیت شما از اونا بیفتید جلو. به این استراتژی میگن آندرکات، به استراتژی که زودتر شما میرید توی پیت و لاستیکای جدید میندازید. دقیقا مخالف این استراتژی میشه اوورکات. یعنی همه که دارن میرن تو پیت، شما توی
پیست به کارتون ادامه میدید، شما دیرتر میرید توی پیت و این کار رو میکنید که از اون توی پیت رفتن تیمای دیگه استفاده کنید و این یه مزیت واسهتون باشه. خب معمولا تیمای این کار رو انجام میدن که مثلا با لاستیک هارد شروع کردن، لاستیک هارد هم طول میکشه گرم میشه به اون دمای مناسب برسه و دورای بیشتری میزنن و میخوان به این شکل اوورکات کنن. این دو تا اصطلاح هم حتما باید میدونستید. این یه چیز جمع و جور و خلاصه در رابطه با پیت استاپ در فرمول 1 بود. امیدوارم استفاده کرده باشید. تا ویدیوی دیگه.